بیژن یقین را با خود داریم که این موضوع را تعقیب کرده. بیژن، شما این موضوع را دنبال کردین، واقعا اصل ماجرا چی قرار است؟ بله الیاس، گفتم میشه که فرد به نام حمیدالله بهلول به تاریخ 27 جوزا در کابل از طرف افراد طالبان کشته شده. منابع افغانستان اینترنشنال بر ما گفتن که آقای بهلول از سال 2010 تا زمان سقوط جمهوریت به دست طالبان با یک مؤسسه آلمانی به نام جی آی زد کار میکرده و در اونجا من حیث مهندس در بخش بازسازی سرک ها و مکاتب فعالیت داشتن. ولی وقتی که جمهوریت سقوط میکنه، آقای بهلول از طرف دولت آلمان به آلمان انتقال میافه با تعدادی از اعضای خانوادش، ولی دو برادرش و یک پسرش که در کابل باقی میمانن از طرف طالبان بازداشت میشن و طالبان از آقای بهلول میخوان که به افغانستان بر بگرده و با اونا صحبت کنن. وقتی که آقای بهلول دوباره به کابل برمیگرده، این منابع بر ما گفتن که در کابل به سر میبرده و افراد طالبان به خانه او حمله میبرند و او را با شلیک دو گلوله از بین میبرند. در مورد پسر آقای بهلول همچنین باید گفته شود که طالبان میگن اون رو آزاد کردن، ولی افراد نزدیک به خانواده بهلول میگویند که پسر از او هنوز آزاد نشده و از 8 ماه به این طرف ناپدید است و تا خانه او در کابل از طرف افراد طالبان ضبط شده. ما همچنین با مؤسسه جایزت به تماس شده، مؤسسه آلمانی که آقای بهلول اونجا کار میکرده، ولی مؤسسه هنوز پاسخ نداشته در این مورد. بیژن، خیلی تشکر، سپاسگزارم از همراهیتان.